è cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme. من بهاره هدایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های ایران دفتر تحکیم وزارت. ما در حال این پیام را برای شما می‌فرستیم که شما شاهد سرکوب خشونت‌بار جنبش حق‌طلبانه و مسالمت‌آمیز مردم ایران برای دموکراسی و آزادی هستید. این روزها بسیاری از دانشگاه‌های ایران شاهد اعتراضات وسیع و گسترده هستند و این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که خود دانشجویان با خشونت مواجه می‌شوند. هر روز تعداد زیادی بازداشت می شوند، تعداد بیشماری در کمیته های انضباطی حکم محرومیت از تحصیل دریافت می کنند، تعدادی از دانشجویان بازداشت شده با احکام سنگین زندان مواجه می شوند. اساتید نیز از هجوم نیروهایی که برای مقابله با آزادی تلاش می کنند در امان نیستند و در چند سال اخیر تعداد زیادی از اساتید مستقل به اجبار بازنشسته شدند، در حالی که هنوز تعدادی از اساتید هم در زندان به سر می برند. دانشجویان همواره از پیشتازان دموکراسی خواهی بودند و امروز ایران صفحه دیگر را در تاریخ به سر رسانده است. راه دور نمی روم. به همین جنبش اخیر مردم ایران برای دموکراسی و نقش دانشجویان ایرانی اشاره می کنم. دانشجویان جز اولین قربانیان حوادث چند ماه اخیر بودند و در طول 50 سال گذشته نیز جز اصلی ترین تلاشگران برای دموکراسی و آزادی در ایران بودند. آزادی بیان و آزادی علمی از خواسته های اولویت‌دار دانشجویان بوده و هست، اما در طول این سالیان دانشجویان در مبارزات خود به این نتیجه رسیدند که این آزادی در دانشگاه ها بدون جریان سازی دموکراسی در جامعه ممکن نیست. بگذارید که دنیا بداند دانشجویان هنوز پرشورند و آگاه، چه در کشورهای استبداد زده و چه در کشورهای دموکراتیک. به یاد داشته باشید که در گوشه ای از این جهان دانشجویان برای دموکراسی و آزادی بهای سنگینی دارند میپردازند. موفق و سربلند باشید. دفتر تحکیم وحدت، آبان ماه 1389. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità.